در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی برای معرفی پروژه ققنوس با آقای فرخ زندی، اقتصاددان که از کانادا به واشنگتن اومدن صحبت میکنیم. با سپاس فراوان از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. سپاس از جناب عالی که من رو دعوت کردید. درود بفرستم خدمت بینندگانتون. ققنوس، خب خودش اسمش گویای تر هستش، چون بالاخره یک پرنده اسطوره‌ای است که هر بار میمیره و از خاکستر خودش دوباره زنده میشه یا خودش رو بازتولید میکنه. ما چقدر بعد از 40 سال جمهوری اسلامی ایران احتیاج به ققنوس داریم؟ ببینید، در این 40 ساله روند اقتصادی در ایران در حقیقت روندی بوده که برعکس تمام تئوری‌های اقتصادی هست، برعکس تمام دانشی هست که اقتصاددان در طول سالیان کسب کردن و بیشتر در حقیقت ایدئولوژی دریون بوده به جایی که بر اساس دانش و علم و آگاهی به ارقام و تحولات بین المللی برنامه ریزی بشه. در نتیجه شما دستتون روی هر گوشه از اقتصاد ایران میذارید، یک در حقیقت بحرانی رو مشاهده میکنید. این بحران ها رو مثلا میشه به گروه های مختلف تقسیم کرد. مثلا تصور بکنید که ما بحران بانکداری داریم، بانکی داریم، بانک هایی که اصلا تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و اونایی که تحت کنترل بانک مرکزی هستند یا دولتی هستند یا قدرتشون در کنترل چپ دولتی ها هست و یا اصلا در با اصول رفتار میکنن که اصلا تحت کنترل و سوپرویژن در حقیقت قرار نگرفتن. برای همین هم ما الان ببینیم که چقدر میلیاردها یا صدها میلیارد تومان بدهی‌های وجود داره که اینا به بانک‌ها قابل پرداخت نیست، چون این ضوابطی که اینا استفاده کردن از ضوابط بر اساس بازار آزاد و ارقام و عرشبت که نرخ‌های درست حسابی نبوده. خود بانک مرکزی هم بحران زده است، چون بانک مرکزی برخلاف بانک مرکزی های کشورهای پیشرفته دنیا از استقلالی برخوردار نیست و در حقیقت فرمانبرداری میکنه از دولت و سیاست مالی دولت که دستور بهش میده که هر سال یه مقدار زیادی از درآمد نفت رو تبدیل بکنه به نقدینگی و کنترل حتی نداره این که مثلا فرض بفرمایید که چه جوری روی جمع‌آوری نقدینگی کنترل بکنه و چه نرخی رو به مردم اطلاع بده، به بانک اطلاع بده. باید دستور بگیره از سران سه قوا مثلا فرض کنه اگه یه اقدام اساسی انجام بده. در مورد مسائل مثلا فرض کنید بزرگترین مسئله ای که یک اقتصاد میتونه داشته باشه کمبود سرمایه است و جوی که در ایران برقرار بوده در طول این 40 سال جو خصمانه ای هست بر علیه سرمایه گذاری. به طور کلی من یه پله فراتر برم، یه اقتصاد نیمه سوسیالیستی هست که نشان داده ورشکسته است و تنها دلیلی که تا به امروز پا بر جا باقی مونده و خیلی از خودشون سوال میکنن چطور شده ما زودتر از این سقوط نکردیم، به خاطر که درآمد نفتی در کنارش بوده و مملکت از یه ثروت زیادی برخوردار بوده، چه در بخش خصوصی و در فرض کن پراکندگی در استانهای مختلف. نتیجتا ما به اون مقطع رسیدیم که احساس میکنیم که خب اگر اون راه رو سعی میرفتیم ما به اینجا نمیرسیدیم. چون وقتی که یه جو ریسک خیلی بالایی رو در فضای اقتصادی به وجود میارید، سرمایه گذاری نه تنها از داخل صورت میگیره، از خارج هم صورت نمیگیره. ما بزرگترین ذخایر نفت و گاز داریم، ما بی بایست سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش‌ها فوق العاده بالاتر از این چیزی که هست باشه. به طور کلی شما موقعی متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نگاه می‌کنید، بیشتر از 4 میلیارد دلار در سال به طور متوسط در این 40 سال نبوده. شما اینو حتی نگاه می‌کنید با لبنان هم قابل مقایسه نیست، اون از ما جلوتر هستن با اینکه نه جمعیتی دارن و نه ظرفیتی دارن و نه نفتی دارن و نه گازی. مشکلات دیگه مثلا فرض کنید که در زمینه های اقتصادی دیگه که بخوام نگاه بکنیم، مثلا بودجه بندی هست که این بودجه بندی خودش یک مشکل بسیار بسیار اساسی است.
کنترلی که دولت داره روی همه چیز، یعنی نه تنها اول بعد از انقلاب اومد بانک ها رو ملی کرد و خیلی از شرکت های بیمه رو ملی کرد، دخالت داخل کلی داره روی قیمت ها. یعنی ما قیمت واقعی در ایران نداریم، قیمت ها دیستورتد هستند و به خاطر این مسئله تخصیص کالاها، تخصیص منابع به کالاها به شکل درست صورت نمیگیره، کوردینیشنی وجود نداره. این سیگنال هایی که قیمت ها باید بدن سیگنال های درست حسابی نیست. شما وقتی که بانک ها رو ببینید که نرخ بهره رو زیر نرخ واقعی قرار میدن، اون وقت باید این جیره بندی بشه. موقع جیره بندی از طریق بازار صورت نمیگیره، از طریق ضوابط بانکی صورت میگیره. خب طبیعتاً اونایی که نزدیکتر اصلا نور چشم هستن وام ها رو میگیرن، حتی اگه وامشون هم برای پروژه‌ای که به درد مملکت بخوره یا مثلا فرض کنید بازه خوبی داشته باشه نباشه. اینو در قیمت بنزین میبینید، اینو در قیمت کالاهای دیگه میبینید. مثلا مسئله موزلی که ما داشتیم در مورد سوبسیدها که بالاخره صندوق بین‌المللی پول با اصرار وادار کرد که اون سوبسیدها رو کم بکنه و تبدیلش کنه به یارانه‌های مستقیم، که ببینیم که به خاطر تورم بسیار عظیمی که داریم، به خاطر رشد نقدینگی که اصلا از کنترل خارج هست، خب اون یارانه‌های مستقیم هر روز داره ارزش میده از دست میده. شما اشاره به وضعیت بانکی کردید. من در این واشنگتن با یک کارشناس بانک جهانی صحبت می‌کردم، گفت بانک‌های جمهوری اسلامی یک جعبه‌ای تو خالی هستند که هر آنی میتونن فرو بریزن. اگه فرو نمیزن واسه اینکه یکی با 4 تا دست داره نگرشون میداره. چقدر وضعیت بانکی واقعا بدیدیم هم که کلی از این صندوق ها، خب اعتراض های مال باختگان رو داریم، از بین رفتن، پول ها دود شد رفت هوا. چقدر واقعا سیستم بانکی نه حاشیه‌ای مثل صندوق ها بلکه سیستم بانکی اصلی هم میتونه فرو بریزه؟ هر آن همونجور که شما بهش اشاره کردید، در واقع چند تا شاخص هست که میتونیم سلامت تندرستی بانک ها رو باش اندازه‌گیری بکنیم. میزان مثلا فرض کنید که کپیتال، سرمایه‌ای که نسبت به موجودیشون داشته باشن، اینا اصلا در سطحی نیستن که حتی در معیارهای نیمه قابل قبول بین المللی قرار بگیرن. اینا از خودشون سرمایه‌ای ندارن به طور کلی. در نتیجه اگر همونجوری که مثلا فرض کنید که خیلی از مردمی که سپرده هاشون به خطر افتاد به سمت صندوق ها حرکت کردن، بانک های ملی مثلا فرض کنید که در حقیقت تحت کنترل نبودن، نتونستن جوابگوی مردم بشن، بانک ها رو بستن، اون عرشبت که ATM ها رو درش رو تخته کردن که مردم نتونن از اونها پول بکشن، اینو فقط شما گسترش بدید میبینید که کیفیت در کنار که سرمایه وجود نداره، کیفیت موجودی بانک ها هم نسبت به اون لایبلیتیشون، نسبت به سپرده هاشون بسیار بسیار پایینه. یعنی در حقیقت این موجودی ها چی هستن؟ موجوده بانک ها، موجوده بانک ها یا سرمایه گذاری در بخش خصوصی هست یا وام هایی هست که اینا دادن. و از اون نقطه نظر که نگاه میکنیم، هیچ کدوم این وام ها وام های قابل وصول نیست. در نتیجه همون که شما گفتید، اینا دو دستی چسبیدنشون، چون اگر لحظه ای باشه که این کنترل عقب نشینی بکنه، دولت عقب نشینی بکنه، یک دونه از این دلارهایی که ریال هایی که اینا وام دادن قابل وصول نباشه، خب در طبیعتا شما میلیاردها، صدها میلیارد تومان سپرده دارید که پشتوانه نداره. در چه نه تنها پشتوانه نداره، نه تنها سرمایه گذاری نداره، و در حقیقت ضوابط درست حسابی هم برای انجام کارهای بانکی که بر اساس بانک های استانداردهای بانک بین الملل باشه وجود نداره. اگر ما فرض رو برای این بذاریم که 6 ماه دیگه این تغییر رژیم رخ میده، این اقتصاد نیمه ورشکسته لب پرتگاه و تحویل نظام بعدی دیدن، چقدر وقت، چقدر انرژی و چقدر سرمایه لازمه برای اینکه حداقل اقتصاد کشور رو بهش بشه به نوعی رونق داد؟ ببینید، این خود نظام هم موقعی که مثلا فرض کنید که آقای روحانی سر کار آمدند، بعد از خرابکاری های قبلی گفتن که ما اقتصاد احتیاج به 500 میلیارد دلار سرمایه داره که 4 میلیارد 3 میلیارد هم بیشتر نمیگیرن. در حال در نتیجه ما سرمایه عظیمی احتیاجیم، فکر میکنم که 500 میلیارد دلار هم کافی باشه. اما به محض که جو عوض بشه و
ببینید ما اقتصاد بسته آیسولیتدی هستیم که راه خودمون رو به اقتصاد جهانی بستیم. به محض اینکه اقتصاد باز باشه، به محض اینکه نشانه های از این باشه که ریسک سرمایه گذاری کم هست، به محض اینکه جو عوض بشه که سرمایه گذار داخلی، انترپرنور داخلی بتونه ریسک رو انجام بده بدون که نگران باشه که کسی میاد سنگ جلوی پاش میندازه، تمام این مسائل اگر در آن واحد به یه شکلی ادرس بشه، کنترل دولت از بازارها بیاد بیرون که سرمایه گذار نگران نباشه و اون آزادی اقتصادی که رنکینگش هم هست، در حقیقت ترازبندیش هم وجود داره که ایران تای جدول قرار داره الان، اگر اون آزادی وجود بیاد سرمایه گذاری خیلی راحت میتونه صورت بگیره، چون پتانسیال ایران خیلی زیاد هست. ما یکی از بزرگترین پتانسیال داریم که ما تحصیل کردمون افراد متخصص به خصوص در فیلد های تکنولوژی زیاد داریم، و شما فقط تصور بکنید از این 6-7 میلیون نفر ایرانی که در خارج از ایران هستن که همگی از یک تحصیلات بالای برخوردار هستن و تخصص برخوردار، چقدر از اینها میتونن نیروی انسانی و به عنوان مشاورت در سطح بالا برای ایران باشن و تا که برنمیگردن میتونن سرمایه گذاری حالا یا انسانی یا مالی بکنن. دقیقاً سرمایه گذاری مالیش که 100% مهم هست و اتفاق هم خواهد افتاد، حالا اگه نخوان سرمایه گذاری مالی انجام بدن، ولی شما وقتی ببینید که این جو داره به شکل دیگه عوض میشه، یعنی یه حسابی هست، یه کتاب هست، یک اصولی داره رعایت میشه و ما اصلا در یک قرن وسطا قرار نداریم، موقعی که دنیا در قرن 21 قرار داره، در نتیجه تشویق زیاد میشه چه از داخل چه از خارج. شما فقط ببین احساساتی که در داخل خود مردم در ایران به وجود بیاد که حالا پس یه کاری میشه انجام داد، یه کاری درستی میشه انجام داد، از این زیر آبی رفتن ها، از این خلاف کردن ها جلوگیری، چون یکی از معضلات ما عدم اطمینان به سیستم به نظام هست. در نتیجه اگه من بدونم که از بالا داره خلاف میشه، خب از پایینم برایش من میخوام خونه خودم رو تمیز بکنم، چون به جایی در حقیقت نخواهم رسید. کشورهای نفیذ منطقه چندین سال بیش از یک دهه که تلاش میکنن منابع درآمد دیگری برای کشورشون به وجود بیارن که با روزی زمانی که نفت و گاز تموم شد یا در حقیقت در صرفه‌جویی کنن در صادر کردن منابع انرژی. خب هر کدوم هم راهی برای خودشون پیدا کردن. قطر تو آفریقا در زمینی کشاورزی سرمایه گذاری میکنه، دبی یک شهر بین‌المللی شده، پادشاهی سعودی الان برنامه‌های ریخته. ایران در چه زمینه‌های خارج انرژی میتونه برای خودش در آینده یک منبع درآمد ایجاد کنه؟ ببینید اگر ما بخوام نفت و گاز رو کنار بذاریم، هنوز منابع دیگه هم هست که بهش ممکن توجه نشده. مثلا فرض کنیم قبل از انقلاب ما جنگلداریمون یک بخش مهمی بود که خوشحالی از اشتباه در سیاست‌های غلط اینا همه رو از بین برد. حالا فرض کنیم ما از بخش پرایمری از منابع و کشاورزی بیایم بیرون، ما یه نیروی انسانی عظیمی داریم. ایران میتونه یه منطقه توریستی بسیار بسیار جذابی باشه. ما میتونیم در حقیقت همون کاری که هندوستان داره در یه قشر خیلی در یه سطح خیلی بالاتری انجام میده، کشورهای مثل رومانی در سطح کوچکتری دارن انجام میدن، کشورهای اروپای شرقی، اینا در واقع کاری که دارن میکنن به عنوان اوتسورس هستن برای کمپانی‌های بزرگ تکنولوژی. در نتیجه ایران خیلی ظرفیت داره که بتونه مثل هندوستان، البته نه در اون حد، بگم به اون کوچک به اون بزرگی نیستیم، بتونه در حقیقت منابع داخلیش رو استفاده بکنه که به عنوان منابع تولید برای کمپانی‌های بزرگ جهان فعالیت بکنن و یه ثروت زیادی رو به وجود بیارن. ایران میتونه از نظر بانکی، همون که یه زمانی در ایران وجود داشت بانک‌های جهانی وجود داشت، ما اگه در رو باز بکنیم ایران میتونه خودش رو به یه منطقه بانکی تبدیل بکنه. چرا دبی منطقه بانکی باشه با یکی یه شهر کوچک از و ایران نتونه باشه؟ در نتیجه ما از اون زاویه هم که نگاه بکنیم میتونیم پیشرفت بکنیم. ما میتونیم مثلا فرض کنید سرمایه‌گذاری در بخش تغذیه انجام بدیم با اون تنوعی که در
سر ایران داریم خیلی کارا هست ما که چهار فصل رو همیشه داریم تقریبا همیشه داریم دقیقاً. در نتیجه پتانسیل بسیار بسیار زیاد هست و لزوم نداره که یک کار کوچیکی که مثلا فرض کنید همین شما بهش اشاره کردید قطر کرده یا فرض کنید دبی کرده و یا جای دیگه ما روی چیز تمرکز بکنیم، ما خیلی میتونیم در سطح وسیع‌تری فعالیتمون رو انجام بدیم. فقط محیط هست که باید در حقیقت پذیرا باشه برای این مسئله و شما با جو با تغییر جو این مسئله رو میتونید به وجود بیارید. مثلا فرض کنید که یک زمان توریستی که میامد ایران، در زمانی که بنده خیلی جوان بودم در ایران، ما دوستایی داشتیم که خب اینها ثروتمند بودن، دنیاگرد بودن و می‌خواستن تاریخ ایران رو در تخت جمشید، در اصفهان، در جاهای دیگه ببینن. ولی یک گروه دیگه هم بودن، عظیم جوانهایی بودن که اینا از مرز غربی آذربایجان وارد می‌شدن و از مرز شرقی وارد افغانستان مثلا هندوستان می‌رفتن. ما این دو توریست رو نداریم اصلا، به خاطری که جو جمهوری اسلامی اجازه نمیده و اون جمعیت جوان شما تصور می‌کنید چه پتانسیلی هست می‌تونه در برای ایران به وجود بیاره. اگر بخوام خلاصه کنیم، یک پروژه مثل ققنوس که به آینده ایران بعد از تغییر نظام فکر میکنه چقدر اهمیت داره؟ یعنی وقتی که این تغییر صورت میگیره از صفر شروع نشه، یک پیش زمینه براش به وجود آمده باشه، این چقدر اهمیت داره؟ خب بسیار، چون وقت زمانی که ما بخوام به یه جای برسیم بسیار طولانی خواهد بود. ما اگر اون در حقیقت اون زمینه، اون اعتماد، اون حداقل خوشبینی رو به وجود نیاریم، خود تغییر نظرها شاید نصف قضیه باشه که یعنی یه چیز مثبتی میتونه صورت بگیره. در حقیقت ما چیزی که در داخل ققنوس داریم انجام میدیم، یه قسمتش این هست که غیر از اینکه قرار یه پروژه انجام بدیم و با مردم اینا رو سهیم بشیم که چه کارهایی میشه کرد، باید این نوید رو بهشون بدیم در واقع که چه پتانسیال هایی وجود داره. در حقیقت باید بهشون بگیم که خب شما دارین زندگی رو، سختی رو لمس میکنید، من در خارج نشستم و لمس نمیکنم، شما میدونید قیمتا چی هست، شما قیمت ارز میدونید، ولی وظیفه من این هست که این مسئله رو با همکارایی که تو گروه اقتصاد ققنوس داریم و هر روزم دارن تعدادشون بیشتر میشه، و یکی از وظایفه ما این هست که به مردم این اطلاع برسونیم که مثلا فرض کنید اگه نقطه نظر ارز مشکلی هست، این به چند مسئله ارتباط پیدا میکنه. یکی مسئله در حقیقت انفراستراکچری هست که ما با سیستم چند نرخی نمیتونیم به جایی برسیم و این سیستم چند نرخی هست که سبب میشه که اونی که نور چشمه نرخ بهتر بگیره، اونی که نیست نتونه بگیره، در نتیجه اونی که بیزنس کوچک داره نتونه. اینو باید این از اون نقطه نظر بهشون مثلا فرض کنید که اشاره کرد. یا مثلا فرض کنید که در مورد تورم، این مسئله اینه که چرا اون فرمول ایجاد نقدینگی توسط بانک مرکزی که تابعیت میکنه از سیاست مالی دولت غلطه. اون اگر ما این کار رو جلوش رو بگیریم و درستش بکنیم، مردم شما مطمئن باشید که تورم در حقیقت پایین تر میاد. این یک چیزایی هست که یا مثلا فرض کنید که اگر ما در مورد کمبود آب و خشکسالی در ایران درست صحبت کنیم، خب طبیعتا ما بارون کم میگیریم، این درسته، ولی در کنارش هم اگه فکر کنید که سدسازی هنر هست، سدسازی هنر نیست. این سدها سدی که در ایران ساختن باعث بدبختی شده، یعنی یه سری مسائل باعث پولدار شدن یه عده دقیقاً. و ببینید محیط زیست رو چه کار کرده. مثلا فرض کنید شما در چه اورال نزدیک در رضایه که نگاه میکنید، محیط زیست اونجا با محیط زیست اینجا از زمین تا آسمون تفاوت کرده. مهاجرت پرندگان صورت میگیره، خوش‌سالی که صورت میگیره، اینا سیاست‌هایی هست که خب در حقیقت غلط بوده. اینا باید همه رو این نوید داد که فقط ما نمیایم حرف بزنیم، این کارا واقعا از طریق علم، یعنی سیاستی که بر اساس دانش باشه، بر اساس علم باشه و بر اساس ایدئولوژی نباشه، باید از قبل مطرح کرد، باید طرحش کرد. و در گروه ققنوس یکی از اهداف ما این است که بررسی بکنیم که چه جوری میشه یه طرح جامع سیاست ملی رو ریخت که این نویدش مردم داده بشه که در زمانی که دموکراسی برقرار بشه این کارو بتونه صورت بگیره. با سپاس فراوان از همراهیتون. بسیار سپاس از شما.